کجا تشریف میبرین آقا؟ کی میرین همه راه؟ قربونی کردی براش؟ الهی قربونی داداشم برم. گل بگیرن دهن کسی که گفته خواهر برادر ناتنی چشم دیدن هم دیگر ندارن. چاق شدی؟ بگو ماشاءالله تو هم بزرگ شدی. حالا خانم مسیرشون کدوم وری هست؟ هر وری. خیلی خوبه، هم مسیری. راست راستی مال خودته؟ بله، خیال کردی به همین مفتی ها طلاق گرفتم؟ از یه قرونم نگذشتم. ای تمام، حقمو گرفتم. چاره دیگه ای نداشتی؟ نداشتم مگر اینکه رضایت میدادم آخر عاقبتم مثل مامان بشه. از بابای با معرفت چه خبر؟ کم بی خبر نیستم. پس من بیشتر از تو خبر دارم. میخوام به مادر تبریک بگم. نگو خبر نداری. فقط میدونم حالش خوبه. فکر نکن چون نامادریمه بی خیالش میشم. پای غیرت و آبروه. باز بابا به چرت و پرت گفته؟ تو که میشناسیش. خیابون گلشاد بلدی؟ آره. من ببر اونجا. خیابون گلشاد چه خبره؟ بابا میگفت شاید خبر نداشته باشی. بابا دروغ گفته، میخواسته اذیتت کنه. داره تهمت میزنه. تو که بهتر میشناسیش. با این همه کوفت و زهرمانی که یا میخوره یا میکشه چیزی حالیش نیست. تو این چند سالم 3 زن گرفته طلاق داده، همه هم گول ظاهرشو خوردن. از مادر متنفره. بریم خیابون گلچن. کار خر دست پر گذشت. زیبا تمچشت افتاد نه؟ منو قایم کردی؟ چرا شناسنامه رو به هم نمیدی؟ او یارو محضرداره رو برداشتی و برد خونه که من نفهمم کیه؟ نفهمم دفتر خونش کجاست؟ اگه بد میگم بگو بد. خیلی کردی من خرم. خوب حالی من. چی شد آبجی؟ آقا نگه داری. دروغه. تو که باهاش زندگی نمی کنی. پس بهتر بگی نمیدونم. بابا هم باهاش زندگی نمی کنه. ولی اون زرنگه. اصلا پس چرا اسمشو نمیدونی؟ بابا هم نمیدونست. آدرسشو چی؟ فقط گفت توی پاساژ تو خیابون گلشاده، همین. بیا دیگه، دیدی؟ اگه راست میگفت اسم آدرسش هم بلد بود. اونی هم که گفتم ملاحظه‌شو کرده. طرف خواسته خون و خون ریزی نشه. مسخره است. حالا معلوم میشه آبجی. آقا
آب که بذار برسونم بیمارستانی، درمانگاهی. نه آقا چیزی نیست، خیلی ممنون، مرسی. بله. نه متاسفانه هنوز نمورده. آره زبون بازی کن، مگه قرار نبود دائمی بشم؟ چرا قبلا فکرشو نکردی؟ حرفات یادت رفته؟ 20 سال به پاد نشستم، بدون عشق ازدواج کردم، منتظری همچین روزی بودم. تقصیر منه نه؟ خر شدم. آره بگو، حقمه، بایدم بشنوم. بی پناه و بی کس بودم، کاری بلد نبودم. اون نامردم که تا مهرم حلال نکردم جونم آزاد نکرد. اومدی جلو، گفتم شاید خدا نخواسته من آوارا و سرگردون بشم، دستمو پیش هر کس و ناکسی دراز کنم، پسری هم که نداشتم. اون نامرد یه دور دخترم هم داد به یه آشغالی بدتر از خودش. گفتم زنت بشم اسم مرد رو باشه که تو نامرد از آب در حالی. ببخشید آب شد، ما رو غریب ندارم. اگه مشکل پیش اومده به من بگید، شاید کمک دستم برمیاد. من آفان خدا صلوات به رضا بچه اما یو چی بخون آبیه که بریزن رو آتیش. آبچی زیاده. لا اله الا الله، خدا میدون گرفتاریش. خدایا خود گره از کارش ما بکنه، هرچه روزگاری واسه هر مشکلی یه رای حلی داری، ولی مردم نمیفهمن. پناه بر خودت. خیلی سخته، لابد اتفاقی گذرش افتاده اینجا. وقتی علکی واسه فروش داروهای دولتی تو بازار آزاد گیر افتادم، مثل الان احساس شرم و بدبختی نمی کردم. ولی خودت گفتی که مادر زنشه، محرمشه. با داشتن یه دختر 19 ساله با بودن من نره خر جرم که نکرده. چی کار میخوایی بکنی؟ خاطرم با ناپدری داشته باشم. مهران! کوری مرسی که؟ گریه داره به خدا. خجالت هم داره. پول دخترت شرف نداشت به خرجی اون نامرد؟ خلاف شهر که نکردم. لاغل از من خجالت میکشیدی. برای چی؟
خب ازم خواستگاری کرد، نه یه دفعه دو دفعه صد دفعه. اینقدر اومد رفت دیدم پیغون پسخومش زیاد شد، خوبیت نداره جلوی مردم. دست بردار که نبود، اون قدیما قبل از پدرت خواستگارم بود. فناور خدا، حالا که فکرشو میکنم ها، میبینم باید میسوختی و میساختی، نباید از بابا جدا میشدی. شاید حالا منم سر و سامون داشتم. تو که نمیای پیشم، رفتی چپیدی تو اون آپارتمان تک و تنها. من حوصله کسی رو ندارم، ولی تو باید باهاش میساختی. اینو حالا میگی؟ کم کتک خوردم ازش، کم شماها رو از دیر مشتلکتش کشیدم بیرون، شنوایی ما از دست دادم به خاطر شما دوتا. باید این کوچه هم کر میشد تا راحت میشدی. آخه مادر من، نگفتی جلو مردم خوبیت نداره؟ مگه من چه گناهی کردم مادر؟ شما که تنهام گذاشتی، کس و کارم که ندارم، مردم که بالا سرم نیست، خرجی رو چی کار میکردم؟ ده لعنت به این پول. من فکر میکنم تو مادر واقعیمی، مادر فابریک، مادر فابریک منو بی مادر. وقتی شنیدم بابا من کمپلت خر، من عوضی، من بی مسئولیت، من هرچی که شما میگین، ولی رگ غیرتم تیغ زخم زبون کنارشه، میفهمی؟ نبودم که، ولی شنیدم. وقتی شنیدم دردم اومد، سوختم، هرجوریم سوختم، جگرم آتیش گرفت. آخه بی انصاف، مادرمون بودی، آن دوستت داشتیم. مگه بیاوروی کردم که زخم زبون بشنوم؟ حلال خدا رو شما حروم میکنی؟ نکنه فکر کردین چشمم دنبال چهار تا عتیقه و عجق وجقی که دورو برش جمع کرده؟ آخه چرا با من مشورت نکردی؟ بودی و مشورت نکردم؟ اصلا کجا میومدم دنبالت؟ به حرفام گوش میکردی؟ گفتم اون مردی که بدبین پاتو بسته بعد طلاقت چی؟ اصلا اومدی به من سر بزنی؟ ای خدا، خودت میدونی چرا قبول کردم، خودت شاهدی. حالا چی کار کنم؟ درد دلم هم به کی بگم؟ مگه حلالت واسه این روزا نیست؟ پس چرا حلالتو حروم کردن؟ چرا؟ چرا؟ چی کار کنم؟ آی خدا چه کنم؟ دوستای من رخصت بده تا که دمی تازه کنم. خوب رویان جهان مهری نباشد دلشان، باید از جان بگذرد هر که شود مایلشان. روز اول که سرشتن زگل پیکرشان، سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان. امان 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 امان. معلومه دوباره دست به آب داری. ای قربون دهنت جوستا چیزفن، بگی بقید که از خودم بی خودم. خیلی خب بابا، یه خود لندن رو جگر بذار وای میستم.
استاد چه مرگته؟ مگه مار گزیدته؟ به نام ببینم چته؟ استاد چی؟ بالاخره اوس یا اس؟ یه اسکلته، خودم دیدمش، صورتش معلوم بود، تنه زیر خاکه. مگه میشه؟ اوستا، بیا بریم از اینجا، درد سر داره، میان گیر میدن. به بابا ای والا، اینه رسمش، گیریم اسکلت، باید بزنیم به چاک، اینه رسم مردونگی. سلام، شما خسته نباشید. اول اینا پیداش کردن. چطوری؟ به دلیل اضطراری نگه می‌دارن، شاگرد متوجه اسکلت میشه. خب. اسکلت یه زنه. حدود یه سال از مرگش می‌گذره. رودخونه زمین شسته دست اسکلت پیدا شده. مصطفی اومده؟ اول همه. به هنر مصطفی و خانم دکتر خیلی احتیاج داره. هر دوتاشون قول دادن که سریع کارمون رو راه بندازن. قولشو می‌گرفتی. فقط دکتر شفق حالش خوب نیست. بچه ها میگفتن که بگی نگی کمی پکره. چیزی بهش نگفتی؟ من نه. باید کاملا مراقب باشیم صدمه نبینه. حتما. یه تیکه نخم از لباسش نباید جا بمونه. میدونم چی میخوای بگی. باید معجزه کنم. چشم. اما با کمک خانم دکتر چیزی دستگیرتون شده خانم دکتر شفق؟ سلام، من دکتر رضایی هستم، همکار شما توی این پرونده. خانم دکتر شفق به خاطر مشکلی که داشتن چند روز مرخصی گرفتن. من وصف شما رو زیاد از خانم دکتر شفق شنیدم. ایشون استاد من دوست داره. تنها چیزی که میشه گفت اینه که حدود یک سال از مرگش گذشته. من اسکلت رو بررسی میکنم و بعد باقی مونده لباسا رو میفرستم برای آقای مصطفی. خیلی ممنون. با اجازه. ترتیب دی ان ای تایپینگو بده تو حداقل زمان. ای بچه‌ش، فرضاً یه کار کن یه ذره دوست داشتنی‌تر بشی. چه سوء استفاده کنی؟ حسن استفاده. تو که همیشه آدمو غافلگیر می‌کنی. اونم تو لحظه ناامیدی. خیلی مخلصین. تو دیگه چی میگی؟ رئیست کم سر به سر ما می‌ذاره؟ آخه میدونه دوست داری. دو به یک دیگه. باشه. یکیش به نفع شما. چرا در مورد شفق چیزی به نگفتی؟ حال پدرش خوب نیست. چشه؟ سرطان خون داره. تو بیمارستان بوده. دو بار رفته تو اغما. میفهمم. این فاصله کلی خودش درده. در مورد این پرونده باید بگم که حدوداً 12 ماه از مرگش گذشته. به قتل رسیده. شکستگی گردن و به احتمال قوی علت تام مرگ قطع کامل نخاع بوده. سنش بین 35 تا 40 سال، زن، قد 165 سانتی متر و تقریباً 65 تا 70 کیلو هم وزن داشته. رنگ موهاش هم به احتمال قوی مشکی. یه نکته دردناک دیگه. چی؟ 4 ماه حامله بوده. Thank you.
تو ماه 3 تا فقدانی گزارش شده که تاریخ فقدانشون و جنسیتشون با مقتول ما یکیه. به هر حال باید منتظر آزمایش ژنتیکی باشیم. موافقین همین 3 تا خانواده رو بیاریم؟ شاید بتونن شناساییش کنن. یعنی 2 تا خانواده رو دق بدیم؟ آره. ما اول باید کار خودمون رو بکنیم. در هر صورت باید هویت مقتوله برای خودمون محرز بشه. بله. قاطع و جامع. با 2 تا شایی موافقین؟ نه نه نه. بشین کارتو بکن، من خودم برات میارم. آخه اسباب شرمندگی. بله. سلام خاله جان. حال شما؟ ممنون. خدمت میرسیم. چشم. همین امشب؟ نه خاله جان، من نمیتونم، گرفتارم. بله 45 سالشه. آها ترسیدم، فکر کردم دختره 45 ساله. باشه من 45 دقیقه خودم میرسونم، هر چی شما بگی. حالا ببخشید خاله جان، چند سالش هست؟ ببخشید، معذرت میخوام، اصلا غلط کردم، من پرسیدم چند سالشه. هر چی شما پسندی منم میپسندم. بله چشم چشم چشم، خداحافظ. نه تو رو خدا، منتظر نمیموندیم، غذاتونو میخوردین از دهن میافته. مصطفی جان تو که میدونی ما اصلا عادت نداریم غذای گرم بخوریم. خب اول غذامو بخورم بعد. تو چطوری دلت میاد خانواده اون مرحوم یه ساعت دیگه معطل بمونن؟ بگو دیگه. اطلاعاتی که خانم رضایی داده مورد تاییده. از زمان مرگم 12 ماه و 10 روز گذشته. محدوده سنم 40 ساله. گروه خونش آی مثبته. دی ان ای مادر و بچه هر دو استخراج شده. زیبا صاحب، 12 ماه و 9 روز پیش اعلام فقدان شده. گروه خونش آی مثبته، 40 ساله، فقط حاملگیش گزارش نشده. شاید به خانواده‌اش نگفته. به هر حال 16 هفتش بوده. فقدانش توسط پسرش اعلام شده. ببین توسط کسی دیگه هم اعلام شده؟ نه، فقط توسط پسرش. مصطفی جان دستت درد نکنه. گفته بودم فردا، فقط به خاطر تو تا این وقت شب موندم. ببین منت سر من نذار، تو خودت عاشق کارتی. شبت بخیر. شب بخیر، شب بخیر، شب بخیر. به دوقلوها سلام برسون. سلامت باشین. سلام بشو. خیلی فکرم هستی، نه؟ نه. یعنی آره، هستی. ناراحت نباشین. خودم سفره رو جمع میکنم. شرمنده. ولش کن، مگه فردا نمیخوای غذا بخوری؟ بذار باشه. خداحافظ. خداحافظ. سلام. از حال پدرت با خبرم کن. امیدوارم به هوش اومده باشه. حال خودت چطوره؟ یه خبری به این بده. خداحافظ. یه دختر داره، یه ناپسری. دختره وضعش خوبه، تنها زندگی میکنه. ناپسریش تو کار فروش داروه. زندونم بوده. اسمش هم بهراده. معروف بهراد بروفن. احتمالا باید دوروبر ناصر خسرو دنبالش بگرده. شوهرش چی؟ سال هاست جدا شده. ممکنه مقتول ما توسط اینا اعلام نشده باشه فقدانش. شاید، فقط کافیه خانوادهش یه علائمی ازش داشته باشن تا ما مطمئن بشیم که این خودشه یا نه. خب چیکار کنیم الان؟ هیچی، بریم ناصر خسرو.
سلام جناب سرگل، خیلی مخلصیم. حالت چطوره؟ الحمدلله شکر، توپ به توپ. شما رو به چاره که داشتین که زنگ می‌زدم خدمتتون. خودم باید میمادم. هم بهراد بروفن میشناسی؟ آره میشناسمش، بچه خوبیه. آره خلاف ملاف نیست، فقط تو کار داروه، ممنوع مجازش. گرفتار شدنش هم بدشانسی بود. خلافی کرده؟ نه خلافی نکرده، فقط میخوام چند تا سوال ازش بکنم. قرار آدم مادم بفروشه، کسی خلاف کنه خود مامانشو میدم. خانوادهشو میشناسی؟ خانواده؟ بی کسو کاره، کسو کاری نداره. یه خواهر ناتنی داره، به چه هم میگن نامادریش یه سال یه گمگور شده، خودش حرفی نمیزنه. وای به روزی که کسی اسم نامادریشو بیاره، هشتر مشترشو در میاره. خب اگر ما بخوایم اونو ببینیم تو چیکار میتونی برامون بکنی؟ کارستون نیم دور بزنی برگشتم. میدونم شما دارین اشتباه میکنی، نامادری من زنده است، فقط غیبش زده. میدونم کار سختیه، ولی ما چاره ای نداریم. اون مشخصاتش با نامادری تو یکیه. ولی شما اشتباه میکنید. نظر شما چیه؟ همون وقت که به نظر میاد بیگناهه میتونه گناهکارم باشه. بهتر نبود مسئله بچه رو بهش میگفتی؟ نه نه اصلا، چون اطلاعاتمون کامل نیست، حتی حاضر نیستم روی آبروی مردم ریسک کنم. درسته، اینطوری بهتره. هیچ کس جز خدا نمیدونه که هر بچه بوده. آدم ها به خودشون اجازه میدن در مورد دیگران زود قضاوت کنن، ولی خداوند در این مورد تا روز قیامت صبر میکنه. حرفتون رو قبول دارم، گفتم شاید یه واکنشی نشون بده که به دردمون بخوره. ما پلیسیم، امین مردم و رازاشون، برملا کردن اسرار زندگی مردم. من تو اتاقم هم باید گزارش معاینه باقی مونده جسد رو بنویسم. فعلا با اجازه. خیلی ممنون. بابا اینقدر نگین نامادری، به خدا این مادر خودم دوستش داشتم. مادرم تا منو زایید مرد، بعد از اون زیبا خانم منو بزرگ کرد. از پدرت بگو. یادم بیمسئولیت، یه عیاشه به تمام معنا. چی کار میکنه؟ چه میدونم، عشق دنیا. ازدواج نکرده؟ خب این نامادریت ببخشی خیلی خوب، این مادرت قصد ازدواج نداشت که احتمالاً با مخالفت تو روبرو بشه؟ نه
اصلا ابدا. واسه این مادرم من و خواهرم بس بودیم، اونم اصلا قصد ازدواج با هیچ کسی رو نداشت. حتی صحبتش هم نشده. گفتم که نه، من نمیدونم این حرفا یعنی چی. خیلی خوب، بهراد دیدی مادرت به قتل رسیده، ما مجبوریم دنبال سرنخ بگردیم، بنابراین ناچاریم چند تا سوال ازت بکنیم که ممکنه ناراحت هم بشی، ولی به این فکر کن که ما دنبال پیدا کردن قاتلیم. تو که نمیخوای خون مادرت اینجا پایمال بشه، میخوای؟ ما رو تو خیلی حساب میکنیم بهراد. تو کسی رو نمیشناسی که مثلا یه جورایی خواستگار مادرت بوده باشه، یا حرفشو زده باشه، یا نمیدونم توسط کسی پیغامی پسخامی چیزی فرستاده باشه. نه. کی درخواست طلاق داد؟ پدرت یا مادرت؟ مادرم. دیگه خسته شده بود از دستش، خیلی تحمل میکرد. یه روز که پدرم داشت منو کتک میزد، مادرم اومد وساطت کرد، ضربه یه چوب گردو محکم خورد تو صورتش، بعد از اون دیگه یه دونه از گوشش کر شد، دیگه نمیشنید. این چوب گردو همیشه دست پدرم بود. پدرتو میبینی؟ نه، زیاد نه. خواهرت چی؟ چرا؟ اونو میبینم. الان پدرم کلی عوض شده، وضعش خوب شده، حسابی پول در میاره، میگن اخلاقش هم عوض شده، مهربون شده، اصلا کلا یه آدم دیگه شده. دشمن نداشتیم؟ نه. این روزای آخر با کسی جربسی نداشت، دعوا مرافعی نداشت؟ نه، نداشت. میتونی بری، ولی از تهران خارج نشو، شاید کارت داشتن. من فکر نمی کنم بتونم کمکتون کنم. شاید دلت خواست کمک کنی. در ضمن دلم میخواد یه صحبتی با خواهرت داشته باشم. آدرسشو به اون میدی؟ مسافرته. کجا رفته؟ خبر ندارم. کی بر میگرده؟ نمیدونم. وای تو برادرش نیستی؟ عادت ندارم را به را آمارشو بگیرم، خودش به اندازه کافی عاقل هست. ما آدرسشو میخواییم. نمیدونم کجاست، عوض کرده. با کی زندگی میکنه؟ هیچکی. باقیش از خودش بپرسین. عوامری نیست؟ درزن موبایلم. از دمی در بگیر. من فکر کنم این پسر یه چیزایی میدونه از ما داره پنهون میکنه. 100%. یه نفر تو زندگی مادرش وجود داشته. چرا جوش آورد؟ یه نفر رو بفرست دنبالش، نمیخوام لیس بخوره. رو چشم.
خرابش میکنی. منتظر بمونی؟ نه. دستور چیه؟ میخواد تو برو. برو. من رفتم. جان سنگ، همین یه رو پیش که گفتم تک و تناست، بی سر صداست. چه میدونم والا، بعضی موقع دوستاش میان میرن، ولی به نظر میاد این دوستاش آدمای درستی نیستن. نیستن بابا جان. سروان، جناب سروان، اصلا تو سربازی رفتی؟ نه، ما معاف شدیم. خیلی خوب، بلش کن. طبقه چند، واحد چند؟ بلوک 5، واحد 204. سب کن. لعنتی. یارو پلیس هست. چطوری اینجا رو پیدا کرده؟ چه میدونم، لابا تعقیبم کرده. آفرین. ببین، نمیشه هاشا کرد، دیدن من اومدم تو. سخت میگیری بهراد، چرا نباید بهشون بگی؟ صد دفعه گفتی، صد دفعه بهت جواب دادم. همون چیزی رو میگی که من گفتم. حواستو جمع کن مهناز. فعلا که تو خراب کردی. شما همیشه این قواس جمعی؟ آقای شیشتانگ، حالا آسمون به زمین نرسیده. شما دوتا هم لام تا کام حرف نمیزنید. اگرم کسی ازتون سوالی کرد، همون چیزی رو میگید که من گفتم. خب اجازه میفرمایین برم درو وا کنم؟ مهناز. سلام، سروان صبوری هستم از اداره آگاهی. مثل اینکه برادرتون همه چیزو بهتون گفتن، تسلیت منو بپذیرید. چند تا سوال داشتم ازتون. الان حالم خوب نیست، نمیتونم حرف بزنم. البته ما فکر کردیم شما مسافرت تشریف دارین. برادرم خواسته ملاحظه‌مون بکنه، بهانه بهتری پیدا نکرده. تشریف دارن؟ بله، خواسته تنها نباشم. یکی دو تا سوال بیشتر نداشتم. گفتم که الان حالم خوب نیست. انتظار ندارین که بعد از شنیدن خبر مادرم بتونم به بازجویی شما جواب بدم. پس لطف کنید فردا تشریف بیارید آگاهی. البته اگه بخواید ماشینم براتون میفرستم. ممنون، خودم میام. آدرس شب بهراد میگیرم. خدافظ. خدا، برادره داره یه چیزی فرار میکنه. نه درسته، حدس میزنم که استقبال خوبی ازت نکردن. نمیخوام بازداشتش کنی؟ فعلا زوده، میترسه از اینکه شاید فکر میکنه بهش مشکوکی. برای چی میخواستین اینقدر خونسا عمل کنن؟ یه همینو بفهمین دیگه، اینکه طرف چقدر میترسه، چقدر احساس غافلگیر شدن داره، همینا رو. عجب، خودمونیم روش خوبی بود. تا یه دقیقه پیش فکر میکردم که کار بی نتیجه ای کردیم. همین دیگه، تو همیشه دنبال روش های مستقیمی، در صورتی که بهترین جواب رو همین روش های غیر مستقیم میده. فردا دختره میاده داره؟ میاد.